کاملا مشخص واضح طبق دلایل و اسناد کیانوش روز 25 خرداد تو تجمع آزادی شرکت میکنه و کیانوش اینا گلوله میخوره، حالا یا در محل یا جای دیگه کشته میشه. خب مسئله به این واضحی چرا هیچ جوابی به خانواده داده نمیشه؟ مگه مشخص نبوده اونجا چه کسایی اسلحه دستشون بوده؟ مگه مشخص نبوده چه کسایی تیراندازی کردن؟ چه کسایی به اونا دستور دادن که تیراندازی بکنه؟ این چیزاییه که خیلی نامشخصه برای کشوری که بالاخره مقام قضایی داره که خیلی راحت این چیزا میتونن بفهمن. آقای کامران، عنوان شده که پس از کشته شدن برادرتون در اثر شلیک گلوله به پهلویش اثر گلوله دیگر رو برگردن او دیدید که متوجه شدید پس از قتل پیکر برادرتون مورد شلیک دوباره گلوله قرار گرفته. آیا این صحیح است؟ ما چیزی که مطمئنیم این که 25 بین حدود ساعت 5 تا 7 غروب، یعنی دقیقاً اون ساعت‌های شلوغی تجمع کیانوش، یه گلوله به پهلوش میخوره. حالا بعد از اون اطلاعی نداریم. اون لحظه که گلوله به پهلوش میخوره کسانی اونجا حضور داشتن و به ما گفتن که ما حتی کیانوش رو برداشتیم، کیانوش حالش خوب بوده، فقط پهلوش تیر خورده، خونریزی کرده، ولی صورتش سالم بوده، با ما حرف زده، اسمش رو به ما گفته. ما که سوم تیر جسد کیانوش رو پیدا کردیم، اون چیزی نبود که اونا به ما گفتن. گلوله دیگه تو بدنش بود و با دو تا گلوله کیانوش جونش از دست داده بود. حالا ما از اون زمان تا الان داریم پیگیری میکنیم، ولی تا کنون هیچ جوابی ما داده نشده که این ابهام چیه. اصلا روز 25 تا 29 کیانوش نه در بیمارستان بوده نه در پزشکی قانونی تهران، پس کیانوش کجا بوده؟ آیا ارگانی دیگه وجود داره که این 4-5 روز که کیانوش اونجا رو نگه داشتن حالا زنده یا مرده، یا اون روز کشته شده یا روز 29 28 کشته شده؟ وضعیت این چند روز نامشخص کیانوش چی بوده؟ دقیقاً در مورد علت مرگ برادرتون پزشک قانونی در جواز دفن و یا جواز مرگ چه نوشته؟ علت رو چه توضیح داده؟ پزشک قانونی نامه‌ای که به ما داده تو شرح جسد، اولاً نامه خیلی کامل نیست، تنها چیزی که خیلی مشخص نوشته علت مرگ اصابت گلوله است، ولی نحوه مرگ، نوع مرگ، سوالی که من شخصاً از قاضی پرونده پرسیدم، گفتن حداقل اینو برای ما مشخص کنین دو تا گلوله‌ای که تو بدن کیانوش بوده از یه جنس بوده از دو جنس، یعنی از یک اصله شلیک شده یا دو اصله تو دو زمان مختلف بوده، یه زمان بوده تو یه محل بوده. اینا چیزایی است که جزء مسائل ابتدایی پزشکی قانونی است که خیلی چیز مشکلی نیست. ما این سوالا رو پرسیدیم به جای اینکه حداقل ما را در جریان این مسئله قرار میدادن، یه جوری رفتار میکردن انگار هیچ اتفاقی نیفتاده، انگار کیانوش کشته نشده، انگار یه نخبه مملکت کشته نشده، انگار یه جوان رشید، یه کسی که سال گذشته همین موقع تو خونه ما بود، یه امیدی بود برای زندگی ما. جوری حرف میزنن، نه مستقیم، غیر مستقیم میخوان اصلا این مسئله رو انکار کنن. مگه میشید مسئله به این واضحی، قتل به این واضحی، جنایت به این واضحی رو انکار بکنه کسی؟